سلام به شما، با خبر از سلو و تلو نیوز خوش آمدید. عناوین مهمترین خبرها: تاکید جهان بر بازگشایی مکتب های دختران، عفو بین الملل و کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد این کار را خلاف تعهدات امارت اسلامی با جهان می دانند. اسلامی امارت په جدیت سره کار کوي چې د اسلام د مقدس دین د اساساتو او افغاني فرهنګ له غوښتنو سره سم لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هم یو میکانیزم جوړ او پلی کړي. تاکید دوامدار جهان بر شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان، ایران میگوید بر رسمیت شناختن بستگی به شکلگیری حکومت فراگیر دارد. ما همچنان شناسایی هیئت حاکمه موقت افغانستان را منوط به تشکیل دولت فراگیر در این کشور می‌دانیم. خشکسالی و پیامدهای آن به افغانستان، نباریدن باران چالش‌های کشاورزان را افزایش داده. امسال خیلی چنین دیگه باران نشد. اگر برف هم شده دو نمکو که می‌بارن اونو میله اونو مکه و شکش میکنه در دریا هم نمیه که از دریا و ایلا کنی و یکش تو کار بزنید. سربندون هم بولی دی سربند چردری بیخی و سقوط رسید لای در و ادامه کمک های نظامی امریکا با اوکراین همزمان با ادامه جنگ میان مسکو و کیه. من بهرام امان تا نیم ساعت در طلوع و یک ساعت دیگر در طلوع نیوز میزبانتان خواهم بود. برخی از نهادهای جهانی بار دیگر از مسدود ماندن مکتب‌های دختران در افغانستان نگرانی می‌کنند و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان هستند. عفو بین الملل و کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد می‌گویند مسدود ماندن مکتب‌های دختران برخلاف تعهدات است که امارت اسلامی با جهان انجام داده. در همین حال وزارت معارف می‌گوید در هماهنگی با حکومت روی طرح کار می‌کند که بر بنیاد آن تمامی مکتب‌های دختران برای دانش آموزان بالاتر از صنف ششم بازگشایی خواهند شد. عفو بین الملل از جهان می خواهد که در گفتگو با مقام های امارت اسلامی باید حقوق زنان و بازگشایی مکتب های دخترانه را خط سرخ خود قرار دهند. ما شاهد از بین رفتن تمامی حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان هستیم. طالبان به تعهدهای خود در پیوند به باز کردن دروازه های مکتب ها برای دختران عمل نکردند. همزمان با این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که وضع محدودیت بر زنان و دختران اثر منفی بر آموزش نسل های آینده به ویژه دختران خواهد گذاشت. ما نگران اوضاع زنان افغانستان هستیم. وضع محدودیت های روزافزون امنیت آنان را تهدید می کند و این محدودیت ها اثرهای منفی بر گشت و گذار آزادانه دختران و روند آموزش آنان داشته است. ما از امارت اسلامی خواهان هستیم که هر چیز زودتر مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم بازگشایی کنند، چرا که هر قدر که ما علم دانش ما بلندتر باشه ما میخواهیم آینده درخشان را دخترها می داشته باشه، کشور ما به سوی آبادی میره. در این میان عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در یک نامه سرگشاده درباره اوضاع کنونی و مسدود ماندن مکتب های دختران ابراز نگرانی کرده و گفته است که بی آموزش دختران زمینه پیشرفت در کشور ممکن نیست. از سوی دیگر روزنامه هندی دی پرند به نقل از منابع آگاه گزارش داده که امارت اسلامی در حال مانی بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شده است که بیش از 22 مقام ارشد امارت اسلامی دختران خود را به مکتب‌ها در دوحه، پشاور و کراچی فرستادند. اونا در دل راحت فرزندانشان در پیشرفت و ترقی هستند و هیچ نگرانی از حالت اونا ندارن و هیچ وقت توجه نمیکنن که هم مثل دختر از اونا دختری در افغانستان زندگی میکنه که تلاش میکنه به خاطر کشورش. این گونه افواهات جنبه پروپاگاندا داره و درست نیست، حقیقت نداره. معاون سخنگوی امارت اسلامی با رد این گزارش میافزاید که بزودی تمام مکتب های دخترانه بر روی دانش آموزان بازگشایی خواهد شد. اسلامی امارت په جدیت سره کار کوي چې د اسلام د مقدس دین د اساساتو او افغاني فرهنګ له غوښتنو سره سم لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هم یو میکانیزم جوړ او پلی کړي. در کمتر از یک ماه اخیر تصمیم مسدود ماندن مکتب های دختران دوره های متوسطه و لیسه با واکنش های تند داخلی و خارجی روبرو شده است.
کمیشنری سازمان ملل متحد میگوید که امیدوار است تا تمامی مکتب ها برای دانش آموزان دختر و پسر بازگشایی گردد. معاون این کمیشنری در هنگام گشایش ساختمان یک مکتب در کندهار میگوید تلاش های جامعه جهانی از بهر باز شدن دروازه های مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم ادامه دارند. در این حال ریاست معارف کندهار میگوید تمامی آمادگی ها از بهر بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم گرفته شدند و منتظر تصمیم وزارت معارف هستند. اینجا در ناحیه نهم شهر کندهار مراسم گشایش ساختمان یک مکتب دخترانه. دانش آموزان این مکتب از وزارت معارف می خواهند تا دروازه های مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم را نیز باز کنند. واقعا خوشحال هستم از اینکه تغییرات در مکتب آمده، پیشرفت کرده، مثلا صنف های جدید شروع شده. از مجد دشپچم سیم ساها چی بوری چونکی زکون که جی باید آقا بی تخبر مکتبات دا اوغاری. در همین حال آموزگاران و باشندگان کندهار در واکنش به بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم از امارت اسلامی خواست‌هایی دارند. موږ د کومه څخه هیله داده چې دغه ټولو زده کوونکو ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتب ته راسي او خپل زده کړې ته دوام ورکړي. د ښځو تعلیم ډېر مهم دی چې ښځو تعلیم وکړي، هغه ډاکترانې شي، هغه انجینران شي، هغه لورو قوي کتابونه وکړي. از سوی دیگر معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد که از بهر گشایش یک مکتب دخترانه به ولایت کندهار رفته است میگوید که آرزو دارد تا تمامی مکتب های دخترانه و پسرانه برای دانش آموزان باز گردد. کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد باور دارد که کودکان آینده این کشور هستند. زمانی که به کودکان آموزش داده شود، آنان صلح را در کشور تامین خواهند کرد. بنابراین ما بسیار خرسندیم و افتخار داریم که مکتب ها را باز کنیم. ریاست معارف کندهار میگوید که تمامی آمادگی ها از بهر بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم گرفته شده است و منتظر تصمیم وزارت معارف میباشند. هر څومره چې متوالی لري څه مشکل ان شاء الله پکې نشته، او چونکی چې زموږ څه شان دي، اناناتي کلتور دی او مذهب دی، او زموږ د شریعت پر رڼا کې چې څه اصول دي د هغو پابندي ان شاء الله ټول کندهار او ټول ولس ورته لري. وزارت خارجه ایران میگوید که تهران زمان حکومت سرپرست را به رسمیت میشناسد که در این کشور یک حکومت مشمول ایجاد شود و در آن تمامی اقوام افغانستان سهم داشته باشند. در این حال حزب توسعه و عدالت افغانستان نیز در نشست بر همشمول بودن حکومت کنونی تاکید می‌ورزد، اما امارت اسلامی میگوید حکومت کنونی افغانستان همشمول است. در دیدار وزیر خارجه ایران و عراق در تهران، مسئله افغانستان بخشی از گفتگوها میان دو طرف بود. ما همچنان شناسایی هیئت حاکمه موقت افغانستان را منوط به تشکیل دولت فراگیر در این کشور میدانیم. از سوی هم اینجا در کابل حزب توسعه و عدالت نیز پس امارت اسلامی میخواهد تا حکومتی را در افغانستان به میان بیاورد که برخواست از سهم تمامی اقوام کشور باشد. امارت اسلامی افغانستان این است که به خواسته های مشروع جامعه بین المللی جواب مثبت بدهد. آقای حسینی همچنان از آنچه که نقض رویدادهای حقوق بشری و نقض فرمان عمومی از سوی امارت اسلامی میداند نیز انتقاد میکند. ما میخواهیم عفو عمومی در مورد تمام شهروندان افغانستان با دقت اجرایی شود. با این حال معاون سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر تاکید می‌ورزد که حکومت کنونی همشمول است و در آن به تمامی اقوام سهم داده شده است. بیشتر از 80% کارمندان اداره قبلی در وظایف خود هستند که از تمام کشور در او افراد و اشخاص وجود دارند، و همچنان در سطح رهبری یا در سطح سیاسی که تغییرات آمده و کابینه تشکیل شده نیز چهره های از تمام اقوام اقشار کشور در او دیده می شود. در حال حاضر نمایندگی سیاسی نزدیک به 10 کشور در افغانستان فعال است، اما با گذشت نزدیک به 8 ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی تا کنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.
در چشمانداز تازه بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال 2022 میلادی 34% کاهش خواهد یافت. یک مقام بانک جهانی میگوید که بحران سیاسی منجر به فقر شدید، آوارگی و شکنندگی در افغانستان خواهد شد. اما امارت اسلامی گزارش ها درباره فروپاشی اقتصاد کشور را رد میکند. وزارت اقتصاد از بهره بهبود اوضاع اقتصادی از یک راهکار تازه در بخش توسعه بازرگانی و ترانزیت خبر میدهد. اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای افغانستان میگوید که در 4 ماه اخیر سال 2021 میلادی 1/3 درآمد سرانه این کشور کاهش یافته است. میزان بزرگ از تغییر اقتصادی به اساس نبود جریان پول، عدم دسترسی به مبادلات اسعار خارجی و از همه بالاتر یک بحران بزرگ در سکتور مالی به خاطر مختل شدن روابط با بانک‌های بین‌المللی به وجود آمده است. بانک جهانی گفته است که بحران کنونی در این کشور، قطع کمک‌های توسعه، تحریم‌های جهانی و بسته شدن ذخایر ارزی افغانستان را در قبال داشته و این سه چالش سبب فروپاشی بخش خصوصی سیستم بانکی و اقتصاد شهری نیز شده است. بانک مرکزی توان پرداخت‌های جهانی را ندارد و همزمان با این خطرهای از سوی نهادهای مالی جهانی که اساساً راه نیمه باز را برای روابط بانکی ایجاد کرده است وجود دارد. اما امارت اسلامی گزارش بانک جهانی را رد می کند. این که گویا اقتصاد کشوری ما در حال فروپاشی هست درست نیست. این گونه ادعاها از 6-7 ماه به این سو می شود. اما اکنون پس از 2 دهه برای بار اول بودجه کشوری ما از عواید داخلی ما تأمین می شود. بانک جهانی پیش بینی کرده است که اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال 2022 میلادی نزدیک به 34% کاهش خواهد یافت. اما وزارت اقتصاد میگوید که برای بهبود وضعیت برنامه راهبردی اقتصادی دارد. وزارت اقتصاد برای کنترل وضعیت پلان استراتژیک اقتصادی دارد که در او توسعه تجارت و ترانزیت مورد توجه است. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند اگر جلو این بحران گرفته نشود، اقتصاد کشور دچار فاجعه خواهد شد. با تغییراتی که در ماه اگست آمد، این بحران تشدید یافت و فقر بیشتر شد، بیکاری اضافه‌تر شد، چون کمک‌های خارجی قطع شد و منبع اساسی که رونق کاذب تمیل می‌کرد از بین رفت. در یک بخش دیگر از چشمانداز بانک جهانی آمده است که ناتوانی طالبان در برآورده ساختن شرایط غربی، به ویژه دسترسی همه دختران به آموزش، سبب شده است تا جامعه جهانی از پرداخت کمک به افغانستان خودداری کنند و تحریم‌های مالی به استثنای کمک‌های بشردوستانه حفظ شود. دادگاه در هلند یک شهروند افغانستان را که متهم به انجام جنایات جنگی در دهه 1980 در افغانستان است محاکمه می کند. محاکمه به روز چهارشنبه در لاهه هلند آغاز شده است. این فرد عبدالآر نام دارد و 76 سال است. او متهم است که از سال 1983 تا 1990 رئیس زندان پلوچرخی در افغانستان بوده و در کشتار و شکنجه زندانیان دست داشته. اما عبدالآر گفته است که او در آن زمان این سمت را نداشته و در حال حاضر بیمار است که حتی نام خود را هم به خاطر ندارد. او در سال 2001 به هلند پناهنده شد و سپس در سال 2010 تابعیت هلندی گرفت. او در سال 2019 و پس از بررسی که از سال 2012 مورد او آغاز شد بازداشت شده بود. چهاردهم ماه اپریل سال روان میلادی روز جهانی خنده برگزیده شده. برخی از روانپزشکان خنده را سبب شادمانی و ایجاد انرژی مثبت در میان مردم میدانند. اما در افغانستان که غمگین ترین کشور جهان به شمار می رود، بیشتر مردم به علت گرفتاری های روزگار خنده بر لبهایشان دیده نمیشه. از گذشته ها می گویند که خنده نمک زندگی است. چهاردهم ماه اپریل جاری میلادی روز جهانی خنده برگزیده شده است. اما افغانستان که غمگین ترین کشور جهان شناخته می شود، مردمانش تا چه پیمانه خنده بر لب دارند؟ جگرخونی خواهر لحظه است که بخوای جگرخونی کنی، خنده باید خنده کنی، خوش باشی، خندان باشی، به خاطر که نمیخوای نخوای نمی روزگار از تیر میشه، بهتر همیست که خوش خندان باشی.
اما چالش های روزگار خنده را از لبان بسیاری از شهروندان گرفته است. با خدا 40 ساله نشده ما تشویش بیکاری مرا 80 ساله نشان میده. زارم به کفیدان نبی اشو که خو میشم در جای خو چرت میزنم که صبح معنی کار میکنم صبح که میشه نه کار سر میخوره نه پیسه است. شو خو میبینیم در بالشت خو که میشیم خو میبینیم خیالی میبینیم کار خنده میکنیم ما خوش میباشیم فامیلی حالا چی کنیم فامیلی نه دست بیکاری فامیلی اینجا اومدیم جگرخون شته میجه. اما برخی از شهروندان دیگر کشور با آنکه با 1001 مشکل روبرواند اما شادمان به نظر میرسند و بر لب خنده دارند. هر لحظه غمناک است، هر لحظه تو مایوس کننده است، هر لحظه هم تو جگر خوننده است. مگر نه چرا انسان باید خوش خندان خوره نگیره، همیشه خنده کنه، همیشه شاد بگیره. اما خنده برای انسان ها چه سودی دارد؟ خنده هر درد بی درمان میگه دواست. بنان عالی ما هم این برنامه خنده را از یاد نبریم، منیس یک مسلمان قلب خود کلان کنیم، به چیزای کوچک نباید لبخند از زندگی ما، خنده از زندگی ما گم شود. روز خنده برای نخستین بار از سوی یک پزشک هندی در سال 1995 آغاز شد و پس از آن مردمان کشورهای گوناگون در این روز در شهرها گرد هم میآیند و بدون دلیل میخندند. بیش از 150 خانواده توحیدست از کمک های مواد خوراکی یک بنیاد خیریه در بلخ بهره‌مند شدند. این خانواده ها گفتند که به علت بیکاری و ناداری حتی توان خرید نیازمندی های اولیشان را ندارند. آنان از کمک های که دریافت کردند خرسند هستند، اما میگویند که این کمک ها بسنده نیست و نیاز به کمک های بیشتر دارند. خانواده هایی که میگویند بیکاری و ناداری زندگی را بیش از هر زمان دیگر بر آنان دشوار ساخته است. این خانواده ها یا بیکار هستند و یا درآمد های بسیار ناچیزی دارند. افزایش بهای مواد خوراکی هم بر مشکل اقتصادی آنان افزوده است. آتا نفر نانخور است و ملک نلرو جایداد نلرو مگر مجبور شد در غلطه کار کو یا بیگا په 15 دوره 15 دوره بهتر که سالو دوره که سالو په بیا ورسه خلو خداوند از دې زیاتر به این نصیب کنه لیکن قتی ما میبا یک همکاری بکنه که کاری ما خوب نه. این خانواده ها میگویند که در ماه های پسین دامنه فقر بیشتر شده است. آنان از نهادهای مددرسان میخواهند که دست نیازمندان را بگیرند. از امارت اسلامی نیز میخواهند که فرصت های شغلی را برایشان آماده سازد. با تیم از فامیل که کار میکنه دو تا طفل داره، طفلک شام مریض است، هیچ چیزم نداره بخوردن. این نون چای روزا میگیم، نون چای بیگام می قسم میخورم که نون چای ما روزا ما میکنیم. فرش هم چیز نداره، رنگ نداره، هیچ چیزم نیست. با همین شوا مردم اگر چیزی بخوره ما در نان قاق روزا میگیریم میگردیم. امروز میبینی که از چارای واجعیب تا بایید اینه به غلطک در پای خود آمده. در پای خود، البته که مشکلات است. نبوده یک بیست روپر نداشتم کرای را میکردم. در این میان بنیاد خیریه کمال نبیزاده برای 150 خانواده نیازمند بسته های کمکی مواد خوراکی چون آرد، شکر، چای و کمپل را آماده ساخته است. ما تلاش میکنیم این کمک های ما تا آخر ماه مبارک رمضان همچنان در تمام فصول سال برای نیازمندان در نقاط مختلف کشور ادامه یابد. پیشتر برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که بیش از 90% شهروندان افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستان هستند. نباریدن باران چالش های کشاورزان را افزایش داده. برخی از کشاورزان میگویند به علت کمبود باران های موسمی فراورده های آنان کاهش خواهد یافت. این کشاورزان می افزایند که وزارت زراعت و مالداری باید برای رشد کشاورزی و حل کمبود آب سیستم آبیاری منظم ایجاد کند. کشاورزان از خشکسالی در سال پیش رو نگران هستند. برخی از کشاورزان میگویند که امسال کمبود بارندگی ممکن میزان فراورده های آنان را کاهش دهد. امسال خو هیچ چنه دیگه باران نشد. اگه برف هم شده دو نموکو که میباره اونمو اله نموکو او شکش میکنه در دریا هم نمیه که از دریا او اله کنی و یکشت کار بزنی. یاقوت شاه 20 سال می شود که در اینجا مصروف کشاورزی است و از این راه گذر غذا برای خانوادهش تامین می کند. کشت زراعت خودشان می بینه که کلش فامیلی می بینه کلش اون در خاکه و سه چه او نیست که ما او بتیم. یعنی کچولو رو هم که می بینه که او کلا کردیم از شاف. شماره از کشاورزان می گویند که به دلیل نبود سیستم آبیاری منظم زمین های کشاورزیشان همواره با کمبود آب روبرو است.
آنان از وزارت زراعت و مالداری میخواهند که در بخش آبیاری کشاورزان را یاری رساند. باید نمی وزیر زراعت تراک کرد ما کمک کنه، همکاری کنه که یک ذره آب پیدا شد و که یک ذره کشت کار ما آب بخوره. اگر نباشه خشک میشه. سربندون ما بولی دی سربند چردری بخی و سقوط رسیدلای ده دو سازدار دیمونگ نارو توبه نرخیزی. آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می‌دهد که 75% از باشندگان کشور به ویژه در روستاها سرگرم کشاورزی هستند و از این رهگذر درآمد دارند. بانوان متشبث در نمایشگاه قرآن کریم و صنایع دستی می‌گویند که در 3 روز نمایشگاه بازار خوب برای فروش فراورده‌هایشان نداشتند. این بانوان می‌افزایند که به دلیل نداشتن جای مناسب و کاهش قدرت خرید شهروندان کشور، کاروبارشان کاهش یافته. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر در طلوع. سپاسگزار همراهیتان. در طلوع نیوز اما خبرها همچنان ادامه دارد. یک بنیاد خیریه در هرات زمینه رفتن 200 کودک نیازمند و یتیم را به مکتب فراهم ساخته. این کودکان دختر و پسر به علت ناداری و بی‌سرپرستی نمی‌توانستند که به مکتب بروند. مسئولان این بنیاد خیریه میگویند در دادن لباس، کفش، کتاب و کتابچه به این کودکان ماهانه به خانواده‌های آنها نیز کمک می‌کنند. آغاز یک زندگی تازه که به جای کار کردن در جاده‌ها قرار است به مکتب بروند. 200 کودک دختر و پسر نیازمند و بی سرپرست با پشتیبانی مالی یک بنیاد خیریه در شهر هرات قرار است جذب مکتب‌های دولتی شوند. این کودکان به خاطر ناداری ناگزیر به کار کردن در جاده‌های شهر هرات شده بودند و از رفتن به مکتب محروم بودند. از طریق پروژه ما کوشش کردیم که 200 تن اطفال یتیم و بی بضاعت را ما اینا را سروی بکنیم، جذب بکنیم و به مکاتب دولتی شامل بکنیم. این کودکان برای 3 سال زیر پوشش این بنیاد خیریه قرار گرفتند و همه این نیازمندی هایشان فراهم می شود. این کودکان دختر و پسر خوشحال هستند که پس از این می توانند به مکتب بروند و یک آینده خوب برایشان بسازند. پیر و متاد بیدم و در من پیر مطلع خوب است و پیر من متاد اما لکس این یه بیبی من 1 سال می شه پخشالله. سربران کسی ندارم کامل بگیرم. من راغل دغه دفعه رسید د مکتب دفعه راغل چې درس وای مخ په آینده ته دغه کو. خاطر کتابچه او قلم نداشتیم. پیارم من مریض بود. پول نداشتیم کتابچه او قلم بخریم. ما کوشا رنگ میکردم. قرار است هر ماه به خانواده های این کودکان نیز کمک شود تا کودکانشان را به جای کار کردن در جاده ها اجازه بدهند درس بخوانند. خاطر که ما واسه قلم و کتابچه اینا نداشتیم، کفش لباس از اینا فراهم نمیتون کنیم. خودم یک کارگر هستم، خود مسافرستی نو تا اولادام میکنم. مور دون خوشحالی ځان ته سرګنده وو چې زموږ یو کوچنی په امن کې موږ ته درس وای او د کوڅې سره انداسي د اشغال سره وګرځيږي نو موږ ته درس وای خپل څه کلمه زده کې خپل ملن زده کې د یو لوی کوچنی په احترام باندې وپوږ نو موږ ته دون اساسات درېږي لکه یو نوی اولاد چې خدای پاک موږ ته راکړي. بر بنیاد آمارهای ریاست کار و امور اجتماعی هرات نزدیک به 10,000 کودک کارگر روزانه در جاده های شهر هرات کار می کنند که بیشتر آنان مصروف کارهای طاقت فرسا هستند. بیشتر این کودکان از خانواده های بیجا شده داخلی هستند که در سالهای پسین به علت جنگ و خشکسالی از ولایت های همجوار به هرات آواره شدند. یک نانوایی در شهر کابل روزانه برای 100 خانواده نیازمند نان مجانی توزیع می کند. این نانوایی از یک بنیاد خیریه زنان از بحر کمک به نیازمندان ایجاد شده. با این حال خانواده های نادار از این اقدام استقبال می کنند و خواهان کمک های نهادهای دیگر نیز به نیازمندانند. بنیاد خیریه زنان زحمتکش افغان یک نانوایی را در کابل بنیاد نهاده که برای نیازمندان نان خشک را به گونه رایگان توزیع می کنند. پروگرام های ما که داریم بخاطر اطفال یتیم است، خانم های بیوستک، خانم های بیوزاعت استک، اینا را ما کمک و همکاری میکنیم. ناحیه به ناحیه سروی میکنیم تعداد فامیلایی که بیوزاعت هستند یا بیوه هستند، اونا را جمع آوری میکنیم. بعد از او باز ما برشان لست میگیریم. لسته که گرفتیم کارتای عضویت مؤسسه ما را میتیم. با این حال خانواده هایی که این کمک ها را دریافتند از نهادهای دیگر نیز می خواهند که به نیازمندان کمک های بشری را فراهم بسازند.
بیکاری است، غریبی است، بیچارگی است، غریب است، همینجا آمده ایم. همین در موسیسه خیر آمده ایم. تشکر آموزی که دیروز نان داده ما را دیگه همینجا ما میم از بیکاری که خوب است. شیمای 37 ساله که نانپز این نانوایی است میگوید که سرپرستی خانواده 8 نفریاش را به عهده دارد. مردا بیکار هستند. قرضدار هستم، 3 لک قرضدار هستم. این بون خاطر آمدیم بالای تندور دیگه. کرای خانه و چیزای کلش قرض است. این در حالی است که پیش از این نهادهای گوناگون جهانی هشدار دادند که در حوزه کنونی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بی‌درنگ انسان دوستانه نیازمندند. بیشتر از 50 تن از باشندگان کندوز از کارگاه آموزشی قوانین شناخته شده ی بشری بهره‌مند شدند. مقام‌های محلی کندوز می‌گویند که این کارگاه آموزشی از سوی نهاد جنواکال برگزار شده است. در این حال شرکت کنندگان این کارگاه می‌گویند چیزهای زیاده را آموختند. اینجا در گوشه ای از شهر کندوز، نهاد جنواکال کارگاه آموزشی دو روزه را برای شماری از باشندگان کندوز برگزار کرده است. شرکت کنندگان این کارگاه قوانین بین المللی شناخته شده بشری، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، مسئولیت افراد غیر نظامیان، محافظت از تأسیسات عامه، حقوق کودکان و زنان از مواردی هستند که از سوی مؤسسه جنواکال آموزش داده شده است. اگر بیشتر در تمامی شهرهای افغانستان این سمینار برگزار شود، مردم آگاهی بیشتر در رابطه با حقوق بشر و حقوق بشری بسیار فهم و درک بیشتر پیدا کنند، بسیار مفید است. جنواکال دفاع نه دی دو روز لپاره دی بشر دی حقوق او دی تفکیک په دې باره کې دلته مونږ یو څه زده کړل چې په څه رقم باندې د جنګ په حالت کې د ماشومانو نه د ښځونه د ملکي خلکونه ساتنه وشي. شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی راه اندازی چنین برنامه ها را در مسئولیت افراد ملکی و محافظت از تأسیسات عامه مؤثر می دانند. ما موضوعات جنگی را از آموختیم که چی در موضوع جنگ می شود، چطور باید از استفاده شود که مردم عادی و ملکی آسیب نبینند. این در حال است که پیش از این نیز این کارگاه آموزشی از بهر شناخت قوانین بشردوستانه بین المللی برای شماری از نظامیان امارت اسلامی از سوی نهاد بین المللی جنواکال راه اندازی شده بود. وزارت صحت هم از کاهش کمک های جهانی در بخش بهداشت در افغانستان نگران است. این نهاد میگوید که میزان کمک های جهانی در بخش بهداشت در مقایسه با سالهای پیش کاهش چشمگیری یافته. از سوی دیگر سازمان صلیب سرخ در رشته تویت های میگوید برای بیش از 33 مرکز بهداشتی کمک های را فراهم ساخته. وزارت صحت عامه از آنچه کاهش کمک‌های جهانی در بخش بهداشت کشور می‌داند نگران است. این وزارت می‌گوید که کمک‌های جهانی در مقایسه با گذشته کاهش چشمگیری یافته است. به خاطر ملحوظات سیاسی فعلا اکثرا دونر و امپلمنتر اونا در یک امانگی با هم کار می‌کنند و در اکثرت مسائل وزارت صحت افغانستان دخیل شمرده نمی‌شوند. همزمان با این نهاد جهانی صلیب سرخ در رشته تویت های از کمک به ده ها مرکز بهداشتی در افغانستان خبر می دهد. ما از 33 شفاخانه در افغانستان پشتیبانی می کنیم. ما از بودجه کانونی تهیه لوازم پزشکی و تنخواه بیش از 10,000 کارمند صحی را می پردازیم. این پشتیبانی برای میلیون ها تن زمینه آن را فراهم می سازد تا مراقبت های صحی که به آنها نیاز دارند را دریابند. ما از طرف ICRC و صلیب سرخ سپورت می شیم و مشکلات های ما حل است. قبل از اینکه نیا کمک های خود شروع کن وضعیت شفاخانه بسیار به حالت بد قرار داشت. برخی از بیماران نیز کمک های جهانی را در بخش بهداشت کشور می ستایند. کلش چیز آواد بیچ آدم مفته آدم یعنی می تبدیق کردن سید و مایش کل چیزش مفته. در این میان سازمان جهانی بهداشت میگوید که جنگ در اوکراین از توجه جهان در بخش بهداشت و برخی از کشورهای جهان به شمول افغانستان کاسته است. توجه به اوکراین بسیار مهم است چون بر همه جهان اثر گذار است، اما یک بخش کوچک آن به کشورهایی همچون افغانستان، یمن، سوریه و کشورهای دیگر داده نشده است. نیاز است تا واضح و صادق باشم اینکه جهان با نژادهای انسانی به گونه یکسان برخورد نمی‌کند. این در حال است که برخی از شفاخانه ها در ولایت های دیگر کشور با امکانات اندک روبرو اند.
و از همین رو باشندگان ولایت‌های گوناگون کشور بیمارانشان را از بهره درمان به پایتخت می‌آورند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به بیش از 500 خانواده مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان این وزارت میگویند که آرد، برنج، گندم، ماش و بوره شامل این کمک هاست و برای افراد بیجا شده و نادار توزیع می شود و قرار است تا پایان همین ماه در کابل و ولایت ها ادامه یابد. این بسته ها مواد خوراکی هستند که به بیجا شدگان و افراد نادار در کابل توزیع می شود. کمک هایی که به گفته شهروندان کشور گرهی از مشکلاتشان را نمی گشاید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به بیش از 500 خانواده بیجا شده و نادار 4 قلم مواد خوراکی را در کابل توزیع کرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تصمیم دارد که سلسله را ادامه بده و کوشش ما این است که به مردم مستحق خود در کابل و ولایت رسیدگی کنیم. من به کابل که مهاجرم مور انشاءالله ټول اول زه او دا نور ټول مسلمانان ملګری د کابل غریبه طبقه د زدی اوادس د وزارت د مرستو څخه ډیره مننه کوو. از کمکایی که توزیع شد راضی هستم. در همین حال شماری از شهروندان کشور این کمک ها را بسنده نمی دانند و از نهادهای مددرسان می خواهند که به کمک هایشان ادامه دهند. در افغانستان د اقتصادی بحران لپاره کوم کومکونه چې د افغانستان سره شوی دي دغه د افغانستان لپاره کفایت نه کوي. موږ د افغانستان حکومت او د جهانیان نه دا خواهش دی چې د افغانستان د ځوانانو او د افغانستان د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. ای کومکای که از طرف جامعه جهانی میشه ای بسنده نیست. یک مار کمک کنند دو مار هیچ راه حل نیست. باید کار بار بر مردم مساعد شد. این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل در گزارش گفته است که جنگ در اوکراین تهدید برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. در حال حاضر نزدیک به 1.7 میلیارد تن در جهان با مشکلات شدید غذایی، انرژی و مالی مواجه هستند و 1/3 آنها در حالت فقر به سر می‌برند. نباریدن باران چالش های کشاورزان را افزایش داده. برخی از کشاورزان میگویند که به علت کمبود باران های موسمی فراورده های آنان کاهش خواهد یافت. این کشاورزان می افزایند که وزارت زراعت و مالداری باید برای رشد کشاورزی و حل کمبود آب سیستم و آبیاری منظم ایجاد کند. کشاورزان از خشکسالی در سال پیش رو نگران هستند. برخی از کشاورزان میگویند که امسال کمبود بارندگی ممکن میزان فراورده های آنان را کاهش دهد. امسال خیلی چنده که باران نشد. اگر برف هم شده دو نموکو که میباره اونمو ایلا اونمو که او شکش میکنه در دریا هم نمیه که از دریا او ایلا کنی و یکشت کار بزنی. یاقوت‌شا 20 سال می شود که در اینجا مصروف کشاورزی است و از این راه گذر غذا برای خانواده‌اش تأمین می کند. کشت زراعت خودشان می بینه که کلش فامیلی می بینه کلش اون در خاکه و سه چه او نیست که ما او بتیم. یعنی کچولو رو هم که می بینه که او کلا کدیم از شاف. شمار از کشاورزان می گویند که به دلیل نبود سیستم آبیاری منظم زمین های کشاورزیشان همواره با کمبود آب روبرو است. آنان از وزارت زراعت و مالداری میخواهند که در بخش آبیاری کشاورزان را یاری رساند. باید نمی وزیر زراعت تراک کرد ما کمک کنه همکاری کنه که یک ذره آب او پیدا شود که یک ذره کشت کار ما او بخوره. اگر نباشه خشک میشه. سربندون ما بولی دی سربند چردری بیخی با سقوط رسیدلای داد و سازدار دیمونگ نارو توبه نرخیزی. آمارهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری نشان می دهد که 75% از باشندگان کشور به ویژه در روستاها سرگرم کشاورزی هستند و از این راه گذر درآمد دارند. بانوان متشبث در نمایشگاه قرآن کریم و صنایع دستی گفتند که در 3 روز نمایشگاه بازار خوب برای فروش فراورده هایشان نداشتند. این بانوان می افزایند که به دلیل نداشتن جای مناسب و کاهش قدرت خرید شهروندان کشور کاروبارشان کاهش یافته. آمنه میرزایی بانوی متشبث است که بیش از 13 سال در بخش صنایع دستی کار کرده است. او میگوید که 100 کارمند خانم داشت اما از 2 سال بدین سو کاروبارش ورشکست شده است. کاروبار فروش نداشتیم، کدام جای مارکت مخصوص نداشتیم، بازار مشخص نداشتیم، ما کار میکردیم پراکنده در نمایشگاه.
شماره از بانوان متشبث که برای فروش فراورده‌هایشان در این نمایشگاه شرکت کرده اند میگویند که به دلیل نبود جای مناسب و کاهش قدرت خرید شهروندان فراورده‌هایشان کمتر به فروش رسید. از دولت میخوایم که در جایی که نمایشگاه برگزار کنن و کسایی که نمایشگاه برگزار میکنن در جایی باشن که بیروبار جمع جوش مردم زیادتر باشه که ما بتونیم فروشات زیادتر داشته باشیم. نمایشگاه قبلی وقت به خودتون معلوم است که تمام بیشتر اقتصاد میچرخه، اقتصاد دیروز مردم خوب بود، ماش بود، پول بود، سرمایه بود، حالا خب همه چیز از پیش ما گرفته شد. همزمان کسانی که برای خرید به اینجا آمده اند برگزاری چنین نمایشگاه ها را در رشد اقتصاد در کشور مؤثر می دانند. نمایشگاه وقتی که ما چک کردیم فعل حال نسبت به دیگه جایا ارزش کتاب ها یا قیمت کتاب ها را پایین آوردین و همین باعث میشه که ما بتانیم مطالعه کنیم. این نمایشگاه برای 3 روز از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود که در کنار کتاب فروشان برخ بانوان متشبث نیز ساخته های دستی خود را به نمایش گذاشته اند. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. شب خوش. خدا نگهدار.